با همدیگه بریم به سراغ سومین بازی من تو جمع 32 نفر برتر تهران توی این بازی برخورد کردم با پدیده جدید استوکر شاهین سبزی بی معطلی با همدیگه بریم این بازی جذاب رو با همدیگه تماشا بکنیم و نقد و بررسی بکنیم بله در تصویر شاهین سبزی عزیز رو میبینید و اگر اشتباه نکنم رنگ یک زیر 21 سال ایران هستش توی اسنوکر و بازی هم سه از پنجه اینجا هم محل دو نفر پایانی مسابقات قهرمانی استان تهران هستش آقا یه داستانی بگم نمیتونم بگم بدشانسی خودشانسی یا هر چیز دیگه شاهین برای چون دقیقش رو نمیدونم دارم به شما میگم برای احواز یا خوزستان هستش جنوب ایران و چون تازه اومده تهران جزو بازیکن های تهران به حساب نمی اومده تا الان حالا داستان چیه داستان اینه که اینجا منم سیف یعنی دو منظوره بود ضربم هم زدم بندازم هم زدم که پات بکنم احساس این چی میشه تا به شما بگم قصه چه قراره اوکی. Okay. قصه از این قراره که شاین سبزی باید سرگروه باشه دیگه با این لول بازی و ارزان به حضور گرامتون که رنکینگ نه اما این مسابقه تهرانه به خاطر همین ایشون رنکینگ تهران نداره اوکی okay. و سر همین موضوع سرگروه وای داده و سرگروه گروه 16 تا این اینور که ما توش بودیم هم علی قرقزلو بود هم شاهین سبزی تو گروه من بودن یعنی من دو تا سرگروه توی گروه هم افتاده بود در واقع حتی گروه من که نیست بقیه هم هستن دیگه ولی علا حال من یک بار با شاهین اینجا توپ شانسی میفته از هم میکنه این بار دوم هستش که دارم با شاهین سبزی بازی میکنم دفعه اول اگر یادتون باشه من یادم به شما گفتم بچه ها من با شاهین بازی کردم کلیم لذت برم ولی یه چیزی اون نکته ای که توش بودیم من داشتم با حسیر بازی میکردم با شاهین گرفتین چی دارم بهت میگم اما اینجا داستان فرق میکنه گریپ دستم عوض شده نوع ضربه زدن دستم عوض شده یکی از بهترین چوبایی که تو ایران شما میتونید تهیه بکنید و تهیه کردم و الان میریم به سراغ شاهین به شدت لانگ ها رو خوب میزنه به شدت در طور شاهین سبزی هم حالا صحبت میکنم توضیح میدم که چقدر بازیکن خوبیه و حالا چه اتفاقاتی هم رقم میخوره وای 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 آقا این صحنه رو نبرد دست بری من عقب نمیزنم ولی این صحنه بی‌نظیره اینجا شاهین منو سیف میکنه هیچی نداشت ببین شما هر جا شاهین رو بذاری میزنه خب بعد دیدم هر کاری کنم نمیشه فقط همین تنها کاری که میتونستم بکنم اف زیر بزنم کیو رو مستقیم صاف بیارم پشت سبز کس به نظر خودم که از بهترین سیف هایی که انجام دادم همین بوده و اینجا اسنوکر هستش وا اینجا داشت مینداخ قرمز قرمزو خیلی به این صورت بگم شاین خیلی خوب بازی میکنه خیلی نترس بازی میکنه و که از هر جا که میذاری میزنه چیکارش کنم کجا آقا تو یه بزن آقا من آقا من کجا گذاشتم خب اونو لانگ شات میزنه اینجا ولی اشتباه میکنه بریم سراغ ادامه ماجرا. یه چیزی هم به شما میگم در مورد این روزی که من دارم با شاهین بازی میکنم بهترین روز من بود ادال من باز باز بود آرامش کامل داشتم همه چی وقف مراد من بود همه چی همه چی همه چی یعنی یکی از بهترین روزهای من بود بگم آقا فکرم درگیر بود عالی پرفکت فکرم اینجا اسمو کردم درست آن راستی بچه مسابقاتم هم او... اورجینال پوزیشنش بی نهایته اینجا هم توپو زد و هیچ توپی به من نداد دوباره قشن لای اونا دوباره توپو و کیوبالو بردم همون جای تقریبا قبلیش که بهش توپ ندم میگم خیلی خوب میزنه هر جا گذاشت مخصوصا لانگ ها هر جا گذاشتم تو بازی ببینید نه نگفت نه, نه این ضربه همون دوست نداشتم این ضربه ضربه خوبی نبود بچه این هم حساب بکنید الان دیگه اگه بخوام بگیم جزو پنجتای برتر ایران هستش شاهین الان که میدونید برای مسابقات اوه برای مسابقات قطر به همراه علی قراغوزلو راهی قطر هستن این دو نفر به همراه امیر سرخوش عزیز اگه این شکلی بخوای حساب بکنی بعد بگم که جزو دو نفر برتر ایران الان هستش که داره میره سه نفر رو بخشید. داره میره برای مسابقات قطر با اینجا زیر من نابود بود اصلا نمیدیدم توپو تجربه هم میگفت اینو باید درست باشه ولی خب میخواستم بندازمش بش. بشاینم بگم صرفا نمیخواستم بزنم بش اینجا 20 امتیاز جلو هستش یه قرمز بیشتر رو میز نیست او رفت برای سنوکر کردن من اینجا رو ببین اینجا رو ببین با یک بار خارج شدم دلیلش هم فقط خب تجربه است دیگه دست خوش دست خوش واقعا خوب میزنه من چی بگم اینجا نمیزنم اسکور ما 26 ه اینجا میخواستم چیکار بکنم اینجا میخواستم بد بندازمش پشت قهوه ای اسنوکر عجیب ازش بگیرم متاسفانه عدم تمرکز باعث شد که من نتونم این کار انجام بدم در واقع خوب نزدم هر جا بگم اشتباه زدم میگم میگم خوب نزدم میگم میگم واقعا میخواستم این کار بکنم میگم پس اسکور ما دو تا کم 24 تا است روی توپ سبز اینجا کیوبال میفته به صدا خیلی خوب گوش کنید فکر کنید چه اتفاقی افتاده اینجا این وسط دیدین کیوبالش افتاد اسکور شد 18 بالین هند شد دست من سه و زنم شده پونزه پوزیشن میز رو ببینید فکر کنید چی شد همون موقعی که من میخواستم این توپ رو بزنم اینجا فکر کنم اسنوکرش کردم درسته ولی فکر کنم سی بیسه تا فکر کنم اسنوکر کردم آره آره اسنوکرش کردم فکر چه اتفاقی افتاد هم, نمه هم سایه بغلی چپ و راست نمیدونم کدومشون یهو شروع کرد سنگ فرز روشن کردن سر توپه به اون حساسی من قهوه یا دیدین کجا بود من نزدم دیگه نمیدونم چی باید بگم دیگه دیگه همه چی عالی همه چی مرتب شاهین سبزی و بازی رو کشوندن به سر توپای قهوه و آبی با اینکه هر جدی کلافه بودم گچ گذاشتن رو می سر این ما به هم ریختیم من میدونم ببین یه چیزت بگم من تو باشگاهی بازی کردم که وای, وای 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 که وحشتناک سر صدا بوده برام مهم نبوده ولی بازی که حساس میشه اتوماتیک وار این یادتون باشه کوچکترین نکته کوچکترین سرستاده اذیتتون میکنه منو اذیت کرد اون سنگ فرز میگیرین چی میگم بعد دارم با یکی از بهترین بازیکنهای ایران بازی میکنم یعنی من بس صدمو بذارم حالا بریم ببینیم که در ادامه ماجرا چی میشه یعنی آد زین رو داشتم که بازی رو ببرم حالا نمیگم صد درصد میبردم و میز و میزدم ولی میگم شانس رو من داشتم که این اتفاق رقم بخوره بریم بریم به فریم شماره دو دوباره با همون استایلی که بهتون گفتم ضربه زدم خیلی راحت ترم این شکلی و اینجا شاهین نمیزنه نه. نه 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 این ضربه ضربه خوبی نیست ضربه ای که این شکلی بزنم و دوست ندارم مورد تایید خودم هم نیست تا اینجا که ایچ اسکور هفت تا من زدم هفت تا شاهین عزیز اینجا مجبور بودم که این رستو ور دارم گزینه دیگه ای نداشتم هشتا نه تا ببخشید نه پنج چهارده وای چه جایی میس کردم وای 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 چه شانسی آورم اینجا قرمز اومد جلو اون قرمز و بس اوه 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 او, او, او اصلا حواسم به این ضربه نبود هی حقول معروف جستیم جستیم جای لانگشات ببین تو باید خیلی مطمئن بزنی و با, با همچین بازی کنی جای واسه خطا داد اوه نزد 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 پسر نزد این یکی چه قصری در رفتم این هشتا نه تا شونزه هیفده سه چهار 25 2 33 40 اوکی اینجا 20 تا بودم یه 40 تا هم زدم شدیم 61 8 اوه 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 چه ضربه سم میزد شاین باری کلا بچه اینجا که من اسنو کرده بودم قشنگ به شاهین گفتم گفتم بیا ببین قشنگ کجاست ارزان به حضور گرامت گفتم اگر نیاز هست کسی بیاد ببینه مشکل نداره اه. حالا خودمون میخوام بگم حرفه ای هستم شاهینم حرفه ایه و خیلی راحت و شیک یک اسنوکری که بود و با هم دیگه حلش کردم حالا من که تو مرحله اول در اومدم. ولی احترام گذاشتن خیلی 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 زیاد تو این ورزش مهمه اینجا هم داور نداره اینجا فقط صورتی رو زدم بندازم که یه دونه زاویه خوب برای قرمز بگیرم خب آقا اینجا ناکن آقا یاد بگیرین من اینو صحنه رو بذارم ببین یاد بگیر شاهین وقتی من قرمز رو زدم صورتی رو زدم اختلاف اون انقدر بود اینجا اومد به من اعلام کرد که من قبول کردم میخوای ادامه بدی گفتم نه آقا تو پارو در ورد گذاشت روی میز یاد بگیرین و این بحثی که ما تو اون ویدیو جنجلی داشتیم بازیکن حرفه ای میپرسه فکر بیخود نمیکنه اینجا رو یکی از بدترین سیف های من بود یکی از بدترین سیف های من اول بازی بود حالا اینکه دیدیم مثلا با این اختلاف شاهین رو بردم میخوام به شما بگم فقط دلیلش تغییر گریپ تغییر ضربه زدنه که الان باز بعد از این بازی هم کلی تغییرات کردم کلی تمرین های دیگه کردم برای یه سری تغییرات ولی خواستم به شما بگم که شما اگر یه نفر رو یه فریم ببرید این آدز این تو ذهنتون میاد که میتونید کامل ببریدش اگر یک بار کامل ببریدش این قفل توی ذهن شما میشکنه که میتونید اون حریف رو شکست بدید حالا این حرف همون گوشه ذهنتون باشه تا به شما بگم که بعدا بعد بگم بهتون که چه اتفاقاتی رقم میخورد تا اینجا 31 امتیاز میزنه آچه ببینین من با بازیکنی که سطحش انقدر بالاست چوبمو گذاشتم و تو پاشو دما کنین چوب دست من نیست و دارم حالا اون تو براش در میارم 45 تا تا اینجا زده خیلی خوب ضربه میزنه خیلی خوب البته این رو به شما بگم انقدر که من داشتم با شاهین راحت بازی میکنم و میگم روز خوب من بوده همه چی پرفکت یه حس خوبی هم بوده که من قبلا با شاهین بازی کردم یعنی سطح لیبلشو می دونم. و لبلش رو میدونم و راحت تر باش بازی کردیم الله، اینجا 68 امتیاز میزنه حالا اینجا رو هم ببینید چه لانگ شاتی میزنه آقا نیما اینجا هم ببینید اختلافمون هم نگاه بکنید 60 تا پسر پسر نزدم باز همینجا نکته آموزشی داره ببینید 61 امتیاز بالاست درسته؟ بازم این مشکی رو نزد بچه از میز نگم براتون بی نظیر بی نظیر یعنی اصلا نگم توپا چوب همه چی نظیر دهنه پاکت اصلا نگم براتون واقعا لذت بخش اسکورم شد 49 تا خب داشته باشین تا به شما بگم چند تا رو میزه یه 35 تا و هر 43 تا رو میزه درسته از خوش از خوش باری که الله 35 تا رو میزه اختلافون 55 تاست درسته 55 تا یه قرمز رو میزه من چی کار کردم از اینجا به بعد پنج و پنج تا گرفتن از شاهین خیلی کار سختیه شروع کردم به ریلکس کردن شروع کردم شاهین رو از ریتم انداختن و ارزم به حضور گرام تجربیاتی که دارم شروع کردم به استوکر کردن حالا گوش بدین جالب تر میشه ولی اینم به شما بگم اورجینال پوزیشن نداره من هر چقدرم شاینو ماکس بکنم یک بار بیشتر ازش نمیتونم خطا بگیرم تا اینجا هم که قشنگ مشخص 55 تا عقب دست خوش باری کلا آفرین میگم روز خوب من بوده قشنگ سر کیف کوک و اینجا هم گن زدم آقا اسکور شد چند باری کلا اسکور شد پنجه و شیش 61 عقبم 57 تا هم رو میزه. درسته بازم بر آورد۶69 تا 669 تا عقب 25 تا رو میزه. من دارم بازی رو ادامه میدم. چرا وقتی من دارم این کار رو انجام میدم؟ گفتم د چیه شاهین رو از ریتم ندازم. یکم خودم ریلکس بکنم این 67 تایی که اختلافی که زیادی که تو این فریم باختم به شوره ببره یکم دستم بیشتر گرم بشه تو بازی اوکی خودم یه چند تا ضربه بزنم میگیری چی بهت میگم ولی اینجا با توجه به اون باز هم قصه جنجالیمون که بعضی ها میگن آقا چرا توپو میذاری رو میز و فلان و بیستان و این حرفا شاهین خیلی ریلکس میدونه که آقا تا زمانی که من اعلام نکنم قبوله باید بازی رو ادامه بده تمام دیگه فکر کردم چون پنجاه تا جلو و چه میدونم یه همچین چیز اینو چرت و پرت محسه من با توجه به تجربه دوست دارم با شاهین ادامه بدم اینجا رو میدونم دارم چی کار میکنم آقا اصلا شاهین نمیاد بپرسه بگه چیکار چی کار چی کنیم چیکار نکنیم ریلکس داره باز شده ادامه میده ولی اینجا حالا یه چیزم به شما بگم تجربی باشه شاهین اینو میدونه باید سریعا تو شالله. باید بعد پا رو پات بکنه چرا چون اگر این کار انجام نده من میخوام باهاش بازی بکنم خستش بکنم فکرش رو به هم بریزم اوکی پس زودتر میره برای پات کردم ببین من هنوز دارم ادامه میدم هفتاد و چهار تا جلوه گرفتیم مطلب اینا هم دارم میزنم واسه ریلکس کردن خودم ناکن چه تا توپ صورتی رو زدم چطوری بازی کن به خودش اجازه میده که سه تا تک رو میزه سه تا قرمز رو میزه فکر کردم تو بازی رو قبول کردی آقا آدم زبون داره میپرسه قبوله بله نه همین ببینید بازی کنه هرفهی ای این شکلی عمل میکنه بریم, بریم به سراغ فریم بچه من فکر کنم ادیتورمون یادش رفته اینو درست بزنه الان بهش میگم دو یکیم الان اونجا یک یک سب شده بریم به سراغ فریم چهارم اشکال نداره مشکلی نیست اه. بریم اینکه چه اتفاقی رقم میخوره در شروع 21 میزنه یه قرمز خیلی خوب باری کل آفرین آفرین 22 29 ولی اینجا زاویه ای که میخواست رو نگرفت برای اینکه بتونه به پک ضربه بزنه رو 29 تا میس میکنه میگم شاید اگر اون فریم اول آه اون اتفاق نمی افتاد و اون قهوهی ساده رو من به خاطر سنگ فرز به اون صدای وحشتناکی که واقعا تقصیر هیچ هم نیست اگر می زدم شاید قصه عوض می نمیگم می بردم ولی صد درصد اون فریم رو ولی می دیگه اون قهوه چی بود که من نزدم عجیب بود این قهوه ای که من زدم هیچ توپی پای سرش نگرفتم خیلی برام عجیب غریب بود تمام تمرکزم روی این موضوع بود که شاهین رو سیف کنم بهش موقعیت ندم خیلی خوب میزنه واقعا هم دید خوبی داره و اینم سنش خیلی چیز مهمی ها سنش فکرش همه چیش خیلی آزادتر و رهاتره و خیلی خوبه دیگه چی بگم کوچولو اینجا تونستم اون 29 تایی که زده رو فاصله رو یه کوچولو کمتر بکنم اوج نگیره بزرگترین اشتباه من تو این بازی چرا باید اون توپی که انقدر سخته رو برای پات کردن بریم اونم جلوی همچین بازی که تشنه برک زدن و معروف بازی کردن به این سبک به نظر خودم تو این بازی اشتباه داشتم تمام و تلاشم رو کردم که کمترین خطا و کمترین اشتباه و انجام بدم اما این یادتون باشه فشا... الان اینجا نشستم ریلکس دارم با صحبت میکنم اما فشار بازی شرایط بازی اه... خیلی قصه فرق میکنه داره یا نه؟ داره آه اینو بعد میزنه اینو بعد میزنه اسکور پنج و دو خب اینجا ضربه بد میزنه قرمزم به من داد جای قرمز میزنم یک کنون میکنه با مشکی هم سیف میتونستم بکنم ولی دیدم که مشکیو بزنم گزینه بهتریه اختلافمون شد چقدر سی و یک باشه یک دو بیست و یک امتیاز اختلافمونه با کمترین حالت ممکن داشتم می ای ای, 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 ای ای این چه کنون زشتی بود این چه کنون زشتی بود وای 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 چه شانسی آوردم نزد شاین اینجا توپ قرمزو اینجا تنها جاییه که شاین موقعیت نداره عبد میدل پاکت رو داره غایرتا نزد 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 یه کنون 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 و این توپ خیلی برشی بود وحشتناک چیزی میگم یه چیزی میشنوید تمام تلاش همون کردم مشکی رو بنازم ولی توپای قرمزم خیلی سخت بود خیلی زاویه سخت بود حالا شما دارین چی میگم فقط زربر رو میبینه خیلی سخت بود اینجا تنها حالتی بود که میتونستم شاهین رو سیف کنم پاورش رو باید یکم بیشتر میزدم با دست تلا باری کلا آفرین چند ما چهل بگیریم اختلافمون چارده تاست شونزه تا شد دوباره سیف خیلی مهمه مخصوصا با یه همچین بازی کنی دارتش بکنم قرمزو رو اسکورم چنده؟ خب 40 تا باشه میشه 40 24 25 28 32 یه سیف بعد این بالا سرتون میاد. دست خوش هوری کلا. صورتیو نه نمیزنه و اینجا از کنم خیلی زیاد من فکر میکنم مثلا نزدیک باشه بعد دیدم نخه چند اختلاف همون مگه چ... به این 46 باشه سیه 46. آره سی 29 تا اختلاف همون بود و من دیدم دیگه نمیشه کاری کرد و نشد که بشه ولی خب رفقا دیدین که یکی از بهترین بازیکنهای ایران اگه بخوام آخرین رقابتش رو بگم و بگم نفر دوم ایران من از مسابقات قهرمانی تهران حذف کرد خیلی روز خوبی بود واسه من همه چی مساعد بود به نظر خودم اگر فریم اول رو می بردم اوضاع خیلی تغییر می کرد یه توپ راحت و به خاطر سر صدا که اصلا خیلی سپرایز کننده بود نزدم چی بگم چی ندارم بگم و اینکه ادامه این پلیلیست چه اتفاقی میفته نیمه نهایی ها رو با هم میبینیم به علاوه دو تا بازی خیلی خفنی که تو این مسابقات رقم خورده منتظر باشین این ویدیو ها رو براتون میذارم و نقد و بررسی میکنیم خیلی چاکریم دوستتون دارم امیدوارم که تجربه تونسته باشم بهتون انتقال بدم برای شاهین عزیزم هم آرزو موفقیت میکنم خیلی چاکریم عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش